روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. اگر شما خواهانی این باشید که بدنتون فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. سلام و عرض شاد باش دارم خدمت شما عزیزانه که با دستان مهربانتان مؤمنی می سازید سرشار از اخلاص. درود پر آفرین بر شما که با یاری سبزتان اندیشه ها را بارور می سازید. دستان گرمتان را می فشاریم و حضور ارزشمندتان را گرامی می داریم. اهدافتان پایدار و گام هایتان استوار باد. اندیشه تان رفیع و مقامتان منی باد. دوستای عزیزم، در برنامه قبل ما در مورد فواید چهارمغز و مواد مفیدی که در ترکیب چهارمغز برای بدن وجود دارد صحبت نمودیم و گفتیم که استفاده منظم و باثبات چهارمغز ها تاثیرهای بی نهایت مفید برای قلب و مغز انسان دارد. و همچنان در مورد دانه ها صحبت کردیم و گفتیم این دانه ها حجره های کوچکی می باشند که در ترکیب خود المنت ها یا عناصر بسیار مفید برای رشد و انکشاف بدن ما دارا اند. از جمله در مورد تخم های زغر و روغن های مفیدی که در ترکیب تخم های زغر وجود دارد صحبت کردیم و گفتیم که در ترکیب زغر امگا 3 اسید های روغنی وجود دارد. امروز ما بیشتر در مورد این دانه ها صحبت می کنیم. لوبیا ها و گندم خالص. لوبیا ها این نیز یک نمونه بهترین مواد هایی می باشد که در آنها برای سالم نگه داشتن ارگانیسم چیزهای فاید آور فراوان وجود دارد. در آنها نیروی زیاد موجود نیستند و روغن کم دارند. منبع‌های خوبی اسید فولیک و پرده حجرات می باشد. در آنها انگشتاب‌های مرکب و دیگر قسم موادهای غذایی بسیار فراوان می باشند. لوبیاها منبع‌های بهترین سفیده‌ها می باشد. در آنها مقدار سفیده‌ها همان قدر است چنان که در اکثر نمودهای گوشت موجودند. اما بر ضمن این در آنها روغن‌هایی برای ارگانیسم مضر دیده نمی شود. در مقایسه با گوشت در لوبیاها روغن تقریبا دیده نمی شود. در آنها پرده حجره خیلی زیاد اند که برای ارگانیسم ما بیشتر مفیدند. لوبیاها رنگ ها، اندازه و مزه های مختلف دارند. مقدار کمی لوبیا را در خوراک صبح علاوه نموده شما نه تنها گرسنه نمی شوید، در دوام روز بلکه غذای کمتر استفاده می کنید. لوبیا انرژی برای کارهای مغز سر و مشک ها ضرورت ارگانیسم را خیلی خوب تامین می نماید.
همچون غذا استفاده نمودن لوبیاها مساعدت می نماید که خطر مرض قلب و سکته مغزی کم کرده شوند. همین طور برای جلوگیری از سرطان کمک می نمایند. آنها به مرض دیابت یا شکر خیلی خوب موافق می آیند، زیرا که نشاندادی کمی قند خون دارند. یکی از تحقیقات ها نشان داد که زیاد استفاده کردن لوبیای پینچا، یعنی لوبیای رنگارنگ، درجه لیپوپروتئین های ضدیشان پایین را، یعنی درجه کلسترول بد را کم کرده و به آن کمک می کند که خطر انکشاف مریضی قلب کمتر گردد. تحقیقات دیگر نشان داد که استفاده شیری سویا که یک نوع لوبیا می باشد، از یک مرتبه زیاد در یک روز به طور حیرت انگیزی خطر انکشاف سرطان غدوات آلت تناسلی مردان را 70% کم می گرداند. در بعض انسانها از اثر استفاده لوبیاها در روده هایشان مشکلات، یعنی گاز زیاد به وجود می آید. لوبیاهای کانسرو شده چون قاعدتاً چنان به کار برده می شود تا که این مشکل بسیار اندک گردد. اگر شما مستقلانه استفاده کردنی باشید، شما می توانید خصوصیت گاز حاصل کردنی لوبیاها را به درجه پایین ترین آن برسانید. برای این، آنها را به درجه جوشش می آورید. بعد در همان آب تمام شب برای خنک شدن آن می گذارید. صبح روز دیگر آبش را ریخته با آب صاف عوض نمایید. این قسم زیاد ماده های گاز حاصل کننده لوبیاها همراه آب بیرون می شوند. بعد جریان آماده کردن را به آخر رسانید. اگر لوبیاها باز هم گاز را به خود گرفته مشکل ایجاد نمایند، هنگام آماده کردن به آنها شبید، رازیانه یا فینل، زیره، میرانه و زنجبیل اضافه نمایید. حبوبات خالص یک قسم از خوراک باب بودند که از ابتدا هنگام آفرینش از جانب خداوند داده شده بودند و مخصوصا مفید می باشند. محصولات های حبوبات خالص ارزشمندترین منبع مواد خوراکی می باشند که در اکثر موارد در سطح خوراک ما نمی رسند. در ترکیب آنها پرده حجرات، ویتامین های گروه B، ویتامین E، زنگ، مس و منگنز فراوان می باشند. در محصولات های حبوبات خالص، مواد های فیتوشیمیایی و مانند پیوستگی های فینال که در یک جا با ویتامین ها و منرال ها در پیشگیری امراض های گوناگون وظیفه مهم اجرا می نمایند، موجود هستند. خاصیت های معجزه آور آب. آب یکی از المنت های مهم حیات ما به شمار می رود. وی روحیه بخش بسیار خوب بوده، در خود کالوری ندارد و به بسیار خاصیت های مفید صاحب می باشد. قسمت زیاد بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب یکی از 7 المنت های غذایی در برابر پرده حجره، انگشت آب ها، روغن ها، سفیده ها و منرال ها اعتراف شده است. تمام جریان های کیمیایی که در ارگانیسم ما به عمل می آیند با واسطه آب به اجرا می رسند. آب برای جذب مواد های غذایی و بیرون کردن دشغال ها و اداره کردن حرارت بدن نهایت ضرور می باشد. امروز وظیفه آب در اجرای دیگر جریان های فیزیکی تا رفت دقیق تر می گردد. بر ضمن این، نارسایی آب در ارگانیسم در ویران شدن فعالیت آن، مریضی ها و مرگ بر محل در حال ظاهر شدن است. نارسایی آب می تواند به قحطی آب دچار سازد. در شکل سبوک به آبشوی پوست می تواند رنگ سرخ را به خود گیرد. خشک آویزان شده چندیری خود را کم می کند. اینچنین گم شدن چندیری پوست با پیر شدن آن را به ته دارد. بغیر از این به آبشوی به قابلیت فکرانی تأثیر منفی می رساند. علامت های سبوک به آبشوی در آدمان کلانسال به شکل سردردی، مانده شدن، خشمگین شدن، سرچرخ زدن، اینچنین در بی‌توجهی و قابلیت دقت را به چیزی جلب کردن نمایان می گردد. در صورتی که از 2% زیاد بی آب شدن بدن، در اکثر مورد آدمان شکایت می کنند. بی آب شدن اینچنین می تواند و قابلیت عقلانی اطفال تأثیر منفی رساند. دوستای عزیزم، این بود برنامه امروز ما. امروز ما در مورد فواید شگفت انگیز لوبیاها و همچنان آب صحبت کردیم و گفتیم لوبیا یکی از نمونه بهترین مواد غذایی بوده که دارای روغن بسیار اندک و همچنان دارای سلولوز فراوان می باشد. استفاده لوبیا در صبحانه باعث می شود در دوام روز کمتر احساس گرسنگی کرده و کمتر غذا بخوریم و در نتیجه از افزایش وزن و پرخوری جلوگیری می نماید.
گفتیم در لوبیاها آنقدر سفیده‌ها وجود دارد که در گوشت وجود دارد. ولی فواید لوبیاها در مقابل اضرار گوشت که در آنها روغن‌های فراوان وجود دارد بسیار زیاد می باشد. و ما در مورد این که چگونه لوبیا را وقتی که در خانه استفاده می کنیم گاز آن را کم نماییم صحبت کردیم. و همچنان دوستای عزیزم در برنامه امروز ما در مورد آب صحبت کردیم. آب یکی از 7 عنصر مهم حیاتی در بدن ما بوده و قسمت مهمی از بدن ما را آب تشکیل می دهد. کمبود آب مشکلات زیادی را در بدن به وجود می آورد که از پوست شروع شده و تمام ارگانیسم بدن را متاثر می سازد. امیدوارم برنامه امروز ما برای شما دوستان عزیز مفید واقع گردیده و سلامتی و سعادتمندی شما دوستای عزیز آرزوی ما می باشد. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نیکبینی. ما چیزها را نه چنانی که آنها هستند، بلکه چنانی که خود هستیم میبینیم. اندرز یهودی کهن. جهانبینی چیست؟ این نقطه نظر ما درباره جهان و زندگی ما است. با عبارت دیگر، این مناسبت عمومی ما به زندگی میباشد. جهانبینی با آنکه چه طور ما جهان را میشناسیم، درباره خود، درباره آدمان اطرافمان، درباره کارمان، خانه، دوستانمان و در مورد همه چیز چه فکر می کنیم تأثیر می رساند. مناسبت ما به زندگی به همه چیزهایی که ما فکر می کنیم و انجام می دهیم تأثیر می رساند. بعضی از آدمان عادت دارند که نیکبین باشند و این در حقیقت صفت ارزنده است، ولی آنهایی که جانبدار ناامیدی هستند در زندگی خود عادتاً به مشکلات دچار می گردند. در این بخش ما به ضرورت نگرش مثبت و نیکبینانه نسبت به زندگی اهمیت می دهیم. از ورزش به بیمه زندگی. در کتاب چگونه باید نیکبینی را آموخت، دکتر مارتین سلیگمن پرسشنامه‌ای به سبک خاص، یعنی صفتهای شناخت شخصیت تهیه کرده خود را پیشکش می نماید که به بها دادن شخص از روی جدول نیکبینی ناامیدی کمک می رساند. او تحقیقات دراز مدت خوانندگان را انجام داد. تحقیقات گروه معین که در وقت معین در دوره وقت معین صورت می گیرد و تحقیقات لانگیتودینال یا دراز مدت نامیده می شود. این تحقیقات نشان داد که آنهایی که در جدول نیکبینی امتیاز بیشتر به دست آورده اند افسرده رو نشده اند و اگر بعضی نشانه های افسرده روحی را از سر گذرانیده باشند زود به آنها برخورد کرده اند. برعکس، ناامیدان بیشتر آماده گرفتاری افسرده روحی بودند. سلیگمن همچنین آشکار کرد که سطح بلند نیکبینی شرط موفقیت در بسیار ساحه های زندگی می باشد. از ورزش سر کرده تا به فروش در بازار بیمه زندگی. این کشف و متروپولیتن لایف شرکت پیشبردی بیمه بین المللی کمک کرد تا در انتخاب هیئت کارمندان میلیون ها دلار صرفه جویی نماید. سلیگمن چنین آشکار نمود که دانشجویان بخش یکم کالج که مشکلات سال اول تحصیل را پس سر کرده توانسته اند و با کامیابی بیش از انتظار نایل گشته اند از ابتدای داخل شدن به کالج از خود نیکبینی نشان داده اند. کسانی که نتیجه های کمتر از انتظار به دست آوردند، یعنی انتظاری ها در هر گروه بر اساس نشان دهنده ها و مثل بل میانه بها در شهادت نامه، نتیجه امتحان داخل شدن عمومی و غیره تعیین گردید.
از ابتدای داخل شدن به کالج اساساً ناامیدها بودند. دکتر سلیگمن تحقیقات سرشمار خود را در ساحه نیکبینی و ناامیدی چنین خلاصه می نماید. باز و باز توانی را بها داده ما آشکار نمودیم که ناامیدان از پتانسیل توانایی خود به طور کامل استفاده نمی کنند. نیکبینان باشند و از آن می گذرند. من به خلاصه آمدم که اگر نسبت به مفهوم نیکبینی با اعتنایی شود، مفهوم پتانسیل معنایش را گم می کند. نیکبینان عادتاً احساس نظارت زندگی خود را دارند. در کتاب خود سلیگمن تصدیق می کند که نیکبین بودن تماماً به معنای خودخواهی کردن، اعتماد به خود و قدرت خود در معاشرت داشتن نیست، بلکه نیکبین بودن به این معنا است که شما صحیح با خود صحبت کردن بتوانید. اگر شما از شکست شخصی رنج کشیده باشید، در تلاش بیشتر نیکبین شدن در مورد شکسته هایتان از نقطه نظر بیشتر روح بلندانه سخن کردن را یاد می گیرید. آمار افسردگی یا دپرشن. وقتی ما به زندگی بی نیکبینی نگاه می کنیم و تنها به رویدادهای منفی دقت می دهیم، این حالت می تواند به افسرده روحی آورده رساند. افسرده روحی به جامعه تأثیر کلان می رساند. تقریبا 200 میلیون نفر در جهان در حالت افسردگی قرار دارند. آلمان ایالات متحده تخمین کردند که 19 میلیون آمریکایی افسرده روح هستند و زیاد از 7 میلیارد دلار در یک سال برای معالجه افسرده روحی صرف می شود و بعضاً به معیوبی و گم کردن قابلیت کاری آورده می رساند. در یک تحقیق 870 نفر بیماران اشتراک کردند که یک روز قبل از آغاز عملیه عوض کردن رگ‌های قلب بعد از 6 ماه عملیه آنها طبق تشخیص افسرده روح بودند. بیماران برای 12 سال آینده تحت نظارت قرار گرفتند. محققان معین کردند که در بیماران گرفتار افسرده روحی میانه و شدید تشخیص شده پیش از عملیه یا 6 ماه پس از آن، خوف مرگ بر محل در مقایسه با بیماران به افسرده روحی گرفتار نبوده دو برابر زیادتر است. برای آنهایی که پیش از عملیه افسرده روح بودند ولی قابلیت مبارزه بردن را داشتند، خطر مرگ بر محل از آنهایی که عموماً افسرده روحی نداشتند زیادتر بود. دکتر سلیگمن در مورد اهمیت طبابت درمان پزشکی در طبابت افسرده روحی نوشته است. ماهیت این است که به آدمان کمک کردن لازم است تا بیشتر نیکبین باشند. این به پیشگیری احیا شوی افسرده روحی کمک می رساند و آدمان تجربه دار گشته دیگر باره به داروها و طبیبان تکیه نمی کنند. داروها حالت افسردگی را سبکتر می کنند، اما تنها موقتی. برعکس، طبابت درمان پزشکی داروها نمی تواند ناامیدی در اساس افسرده روحی وجود داشته را تغییر دهند که ریشه این مشکلات است. اصولهای شرح، اصول ناامیدانه شرح. آدمانی که خود را به همه چیزهای بدی که در حیاتشان روی می دهد عیبدار می دانند، باور دارند که چنین رویدادهای منفی بی آخر ادامه می یابند. آنها به این رویدادها امکان می دهند که به بسیاری از جنبه های حیاتشان تأثیر رسانند و به این ترتیب به نام اصول ناامیدانه شرح چیزهایی را که با آنها اتفاق می افتد نشان می دهند. اصول نیکبینانه شرح. برعکس، نیکبینان آدمانی هستند که سببهای دیگر ظهورات نامطلوب با آنها رویداده را جستجو می کنند و آنها باوری دارند که وضعیت زود تغییر خواهد یافت و به رویدادهای منفی امکان نمی دهند که به جنبه های گوناگون حیات آنها تأثیر رساند. این اصول نیکبینانه شرح هر رویداد را افاده می کند. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. جدال بزرگ. ایلن جی وایت 1911.
اطلاعات درباره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. درباره نویسنده ایلن جی وایت متولد 1827، متوفای 1915 و عنوان پرترجمه‌ترین نویسنده آمریکایی شناخته می‌شود و آثار او به بیش از 160 زبان منتشر شده است. او بیش از 100,000 صفحه در موضوعات مختلف معنوی و عملی نوشت. او با هدایت روح القدس ایثارات عالی بخشید و به کتاب مقدس به عنوان اساس ایمان شخص اشاره کرد. پیشگفتار این کتاب منتشر نشده تا به ما بگوید که در این دنیا گناه و بدبختی وجود دارد. ما خیلی خوب می دانیم. این کتاب منتشر نشده است تا به ما بگوید که بین تاریکی و روشنایی، گناه و درستی، درست و نادرست، مرگ و زندگی جدال آشتی ناپذیر وجود دارد. در قلب خود ما آن را می دانیم و می دانیم که ما شرکت کنندگان، بازیگران در درگیری هستیم. اما هر یک از ما در مواقع آرزوی دانستن بیشتر از این مناقشه بزرگ را داریم. جنجال چگونه آغاز شد؟ یا همیشه اینجا بود؟ چی عناصر وارد جنبه بسیار پیچیده آن می شوند؟ من چگونه با آن مرتبط هستم؟ آیا این برای من بد است یا خیر؟ چی اصول بزرگ دخیل است؟ بحث تا کی ادامه خواهد داشت؟ چی پایانی خواهد داشت؟ آیا این زمین به قول برخی از دانشمندان در اعماق یک شب بی خورشید یخ زده و ابدی فرو خواهد ریخت؟ یا آینده بهتری خواهد داشت؟ هنوز چگونه ممکن است جدال در قلب من، نزاع بین خودخواهی جاری و عشق بیرونی در پیروزی خیر حل شود و برای همیشه حل گردد؟ هدف این کتاب کمک به روح پریشان برای حل درست همه این مشکلات است. نوشته ای کسی است که چشیده و یافته است که خدا خوب است و در ارتباط با خدا و مطالعه کلام او آموخته است که راز خداوند با کسانی است که از او می ترسند و عهد خود را به آنها نشان خواهد داد. برای اینکه بهتر بتوانیم اصول جدال بسیار مهمی را که در آن زندگی یک جهان هستی درگیر است درک کنیم، نویسنده آن را در درس‌های شی بزرگ و ملموس 20 قرن اخیر پیش روی ما گذاشته است. کتاب با صحنه‌های پایان غم‌انگیز تاریخ اورشلیم، شهر برگزیده خدا پس از رد مرد کالواری که برای نجات آمده بود آغاز می‌شود. از آنجا به بعد در امتداد شهرهای بزرگ ملل ما را و آزار و اذیت فرزندان خدا در قرون اول نشان می‌دهد. ارتداد بزرگی که در کلیسای او به وجود آمد، بیداری جهانی اصلاحات که در آن برخی از اصول بزرگ مناقشه آشکار است. درس وحشتناک رد اصول درست توسط فرانسه، احیا و تعالی کتاب مقدس و تأثیر مفید و حیات بخش آنها، بیداری دینی روزهای اخیر، گشودن مهر چشمه تابناک کلام خدا و مکاشفات شگفت انگیز نور و معرفت آن برای مقابله با ظهور طاقت فرسا، هر توهم تاریکی، تضاد قریب الوقوع کنون با اصول حیاتی درگیر که هیچ کس نمیتواند در آن بی‌طرف باشد، با سادگی، شفاف و قوی بیان شده است. آخر از همه از پیروزی ابدی و با شکوه خیر بر شر، حق بر باطل، نور بر تاریکی، شادی بر غم، امید بر ناامیدی، شکوه بر شرم، زندگی بر مرگ و عشق ابدی و طولانی رنج بر ما گفته شده است. این اثر برجسته با شروع چاپ اول خود در سال 1888 و به دنبال آن تجدید نظر توسط نویسنده در سال 1911 از طریق چاپ‌ها و ترجمه‌های بسیاری به انتشار جهانی دست یافته است. خواننده متوجه خواهد شد که نویسنده صریح و قوی می نویسد و به اشتباهات اشاره می کند و راه حل‌های را بر اساس کلام معصوم خدا پیشنهاد می کند و حتی اگر چند دهه اخیر شاهد تغییرات و تعدیل‌های در دنیای اجتماعی مذهبی بوده ایم، طرح اصلی و پیشبینی‌های آتی ارائه شده در این کتاب امروز کاملاً به موقع بوده و علاقه‌مندی را جذب می کند. نسخه های قبلی این کتاب روح‌های بسیاری را به چوبان واقعی آورده است. دعای ناشر است که این نسخه حتی از خیر ابدی پربارتر باشد. مقدمه کتاب. قبل از ورود گناه آدم از ارتباط آشکار با خالق خود لذت می برد. اما از زمانی که انسان با معصیت خود را از خدا جدا کرد، نسل بشر از این امتیاز عالی منقطع شد. با این حال، با طرح رستگاری راهی گشوده شده است که به موجب آن ساکنان زمین ممکن است همچنان با بهشت ارتباط داشته باشند. خداوند با وسیله روح خود با مردم ارتباط برقرار کرده است و نور الهی با وحی به بندگان برگزیده خود به جهان افاضه شده است. مردان مقدس خدا در حالی که روح القدس آنها را تحت تأثیر قرار داد صحبت کردند. دوم پتروس.
در طول 2500 سال اول تاریخ بشر هیچ مکاشفه مکتوب وجود نداشت. کسانی که از خدا تعلیم گرفته بودند، دانش خود را به دیگران منتقل کردند و از پدر به پسر در نسل‌های متوالی منتقل شد. تهیه کلام مکتوب از زمان موسی آغاز شد. سپس مکاشفه‌های الهام شده در کتاب الهام گرفته تجسم یافتند. این کار در طول دوره‌های طولانی 1600 سال ادامه یافت. از موسی، مورخ آفرینش و شریعت، تا یوحنا، ضبط کننده عالی ترین حقایق انجیل، کتاب مقدس به خدا به عنوان نویسنده آن اشاره می کند. با این حال به دست انسان نوشته شده است و در سبک متنوع کتاب‌های مختلف خود ویژگی‌های چندین نویسنده را ارائه می‌دهد. حقایق مکشوف همگی از الهام خدا داده شده اند. با این حال آنها در کلمات مردان بیان می‌شوند. خداوند بی نهایت بزرگ با وسیله روح القدس خود بر ذهن و قلب بندگانش نور افکنده است. او رویاها، نمادها و پیکره‌هایی داده است و کسانی که حقیقت بدین ترتیب برایشان آشکار شد، خود این اندیشه را به زبان بشری مجسم کرده اند. ده فرمان توسط خود خدا گفته شده و به دست خود او نوشته شده است. آنها از ترکیب الهی هستند و نه از ترکیب انسانی. اما کتاب مقدس با حقایق خدادادی خود که به زبان انسان بیان شده است، اتحادی از خدا و انسان را ارائه می دهد. چون این اتحادی در ذات مسیح که پسر خدا و پسر انسان بود وجود داشت. بنابراین در مورد کتاب مقدس همانطور که در مورد مسیح بود، صادق است که کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد. کتاب های انجیل که در اثار مختلف نوشته شده اند با وسیله مردانی که از نظر رتبه و شغل و در مواهب ذهنی و روحی و یکدیگر تفاوت داشتند، تضاد گسترده ای را در سبک و نیز تنوع در ماهیت موضوعات آشکار می کنند. اشکال مختلف بیان توسط نویسندگان مختلف به کار گرفته شده است. غالبا همین حقیقت توسط یکی بیشتر از دیگر ارائه می شود و از آنجایی که چندین نویسنده موضوع را تحت جنبه ها و روابط گوناگون ارائه می کنند، ممکن است در نظر خواننده سطحی، بی‌دقت یا تعصب‌آمیز، اختلاف یا تناقض وجود داشته باشد. جایی که دانش آموز متفکر محترم با بینش روشن‌تر هماهنگی زیربنایی را تشخیص می‌دهد. همانطور که از طریق افراد مختلف ارائه می‌شود، حقیقت در جنبه‌های مختلف آن آشکار می‌شود. یک نویسنده به شدت تحت تأثیر یک مرحله از موضوع قرار می‌گیرد. او نکات را درک می‌کند که با تجربه یا با قدرت درک و قدردانی او هماهنگ است. دیگری به مرحله متفاوت دست می‌یابد و هر یک تحت هدایت روح القدس آنچه را که به زور در ذهن خود تحت تأثیر قرار می‌گیرد ارائه می‌کند. جنبه متفاوت از حقیقت در هر یک، اما هماهنگی کامل در همه و حقایقی که بدین ترتیب آشکار شده اند متحد می‌شوند تا یک کل کامل را تشکیل دهند که برای برآورده کردن خواسته های انسان در همه شرایط و تجربیات زندگی سازگار است. خداوند خوشنود بوده است که حقیقت خود را با وسیله عوامل انسانی به جهان ابلاغ کند و او خود با وسیله روح القدسش مردان را واجد شرایط کرد و آنها را قادر ساخت که این کار را انجام دهند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم.